امروز اومدیم خانه منوچهری. بزنیم بریم خانه منوچهری. خانه منوچهری. اینجا الان هتل شده. در اصل اگه بخوایم ویزیت کنیم پول میگیرن ازتون. من چون توی یکی از خونه‌های سنتی هستم همینجا به صورت رایگان اومدم. تمام این اتاقا الان اجاره داده میشه. آرامش خاص خودشو داره. خب کارگاه بافتشون هم بریم ببینیم که این پشته. باید بریم بالا فکر کنم. اوه چه پله هایی داشته اینا، چی جوری میرفتن این بالا؟ اونجا نیست که بسته است. که فکر کنم الان بسته باشه. میزنه. مرسی عزیزم. میتونم فیلم بگیرم از ماشین؟ مرسی. من فکر کنم این زری بافیاره؟ این؟ بابا شما یه پا هنرمندین. روی پای مخمل بافی اینو. واو که ماشینش اونه. اینم زری بافی. واو اینا کار میبره به بافه اینا رو. به خدا قدر بدونیم بیاییم بخریم. من بتونم میخرم. ساعت ها کار میکنن اینا رو میبافن ها. این زری بافی برام برق میزنه. اینجا اینم مخمل سفید خط طلایی، طلایی با سایه خط طلایی. بازنامش وصله که این دستگاه قشنگ بفهمه. دستگاه استاد باید ببافه. استاد باید ببافه. شاگرد بالا نقشه رو میده به استاد. فقط کاشان. آره دستگاهی هم که فروش داره تولید داره همین دستگاه است. یه دونه دستگاه توی میراث فرهنگی که متاسفانه کسی نیست. فقط شما یه الان اینجا کتو کشان میبافید؟ من فقط نیستم. هستن کسایی که میبافند. مثلا الان میراث فرهنگی نیروی مخمل باف داره. ولی زیاد نمیبافند. چقدر حیف. میخوام بگم بافنده هاش به تعداد انگشتان یه دست نمیرسن. تبلیغ نمی کنن؟ نه خب. علاقه من نیست یا؟ دیگه. جمعونه یه الان بگین جمعونه دوره. آره دیگه. که همه میبافتن دیگه تموم شده. الان دیگه فقط دارن
میکنن، الان دارن یاد میدن که کامل از بین نره. آره. این دستگاه کامل دوباره از نوع احیا شده، این دستگاه مخمل بافی کامل از بین رفته. آقای استادی الله همشه دستش شنیده باشی. آره با دانش تو آقای مازندران اینقدر استاد استاد زیاد گفتن که من اصلا فقط فکر کنید یک اسات نو چند رفتم 11 رفتم 3 اومدم بیرون زمین و سمون برام تعریف. آره خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. آره من دیده شما علاقه دارین. آره اینقدر دوست داشت تعریف می‌کرد. آقای محتشمی هم، ولی آقای محتشمی بنده خدا خسته بود، ولی آقای مازندران دلش خیلی پر بود، دلم سوخت. گفتم من اگه مثلا واقعا اگه سرمایه داشتم مثلا اون طرف آب به خدا اگه اینا رو چیزی بکنی به چشاشون میکشن. آره. کسی نیست که معرفی کنه، چون باور کنی من ببین من فکر میکنم این چیه. حالا سرتونم خب این نقشه مال این زربافیه، یکی اون بالا نقشه رو میزنه، این پایینی استاد میبافه. فکر کنیم دو نفر برای این ماشین هستن، یکی اون بالاست انگار گفت شاگرد نقشه میزنه که این نردبون از این بالا میره و این پایین یه استاده که استاد میبافه. فقط این ببینین حالت این نخو چی شده، چی پیشتر پیش و پیشیده است. هنری یا واقعا واو. این میاد به این کیسا وصله، با این کیسا نخوش عالیه که میبافن طرحشونه. ببینیم رو چه ظرافتی داره، یعنی اینا اگه میلیونم میفروشن واقعا ارزش داره، چون بنده خدا از ساعت الان میگه 8 صبح تا ساعت 10 شب میبافن. خیلی دیگه ببینیم نخا رو چی برق میزنه. اینا نخاست پلاستیکی، این نخا توش گرگره خورده. واو های جرنسشون رو نگاه میکنی این مخمله، این زره، ولی یه لطافت خیلی خیلی خاصی داره. این هم نخواشونه. این شبا این پرستوی که میخونه اینجا خیلی باحاله. بریم خونه منچهری دو و از این خونه برو بالا. بریم بالا از این کوچه میری بیرون میرم خود منچهری دو. بریم خونه منچهری دو. بخ قالیاشونو همار گذاشتن. میرزا خان بریم شهر قفیشون ببینیم که بعد ببریم با آرزا بزنیم. بریم این شهر قفی چه دستگاهی، این شهر قفیش از اون یکی به 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 اینا رو میبافن. این هم نخوشونه، چه هنرهایی ماشون. این هم خانه شماره دوشه. شماره دو دیگه تمام شد خونه من چهری. این دوتا به هم دیگه اون زمان راه داشتن که الان از دو تا کوچه متفاوت اومدن بهش رسیدن. فکر کنید اون زمان این دوتا خونه به هم دیگه راه داشته ولی الان جدا شده. خب اینم خونه آخری که دیدیم و دیگه بریم بازار. واقعا میبینید چه خونه هایی دارن، حتما بیاییم ادیدن کنید. برای من هم دوتون مجانی در من دارن که میشناسن من.